دوستان عزیز سلام، پوزش میخوایم از اینکه چند دقیقه تأخیر پیش آمد. دلیلش اینه که سعی و کوشش کردیم که هر دوی عزیزان رو به وسیله ویدیو هم داشته باشیم. متاسفانه این کار امکانش نشد و مجبوریم که باز هم یکی از این دوستان رو از طریق تلفن و آقای دکتر میرزا آقاسی رو از طریق ویدیو و آدیو با شما باشم. من خدمت هر دوی این دوستان سلام میکنم، ازشون تشکر میکنم که یک بار دیگه مهمان برنامه تلویزیون مردم هستند و امیدوارم که این برنامه ها ادامه داشته باشه تا بتونیم که گرهی از این مشکلات جامعه، مخصوصا اون قسمت هایی رو که دیگران یا نخواستن یا حقیقتا جرأت و شهامتش رو نداشتن، به وسیله این دو عزیز حل کنیم. من ممنونم، من ساکت میشم، سکان کشتی رو دست آقای دکتر میرزا آقاسی میدم. دیروز خدمت دوستان بیننده گفتم وقتی که ما مجریان با افرادی که واردتر از ما هستن و سابقه بهتر از ما دارن روبرو میشیم، حقیقتش هول میشیم و نمیدونیم چی بگیم و چی کار بکنیم. بهترین کار اینه که ساکت بشیم و گوش کنیم. من امروز در خدمتتون هستم، اینجا گوش میدم و به عنوان آپریتور کمک میکنم. دوستان بیننده اگر مایل باشن از طریق ایمیل میتونن پیامشون، پرسششون یا نظرشون رو برای من بفرستن. من گهگاهی با اجازه دوستان شرکت کننده میام و این سوالات رو مطرح میکنم. آدرس ایمیل ما هست info@mardomtv.com و یا usa.sorbi@yahoo.com. مجدداً از شما دوستان ممنونم، سلام میکنم خدمتتون و بهتون خوش آمد میگم و من ساکت میشم. میکروفون در اختیار شما دوستان، بفرمایید. جناب دکتر محبی عرض سلام میکنم خدمت شما، جناب سوربی خدمت شما هم عرض سلام و ارادت دارم از اینی که روز تعطیل خودتون رو گذاشتید و به جای اینکه با خانواده باشید برای این کار و سرویس به مردم فرصتی به ما دادید که ما هم در این سرویس و خدمت مشارکت بکنیم با شما. بسیار سپاسگزار هستیم از مهر شما، از علاقه شما به هم نوع خودتون و از اینکه در این کار مهم وقت و سرمایه و آبرو و همت خودتون رو گذاشتید و این نوع فعالیت ها رو حمایت و پشتیبانی میکنید. از شما صمیمانه تشکر میکنم. دیروز برنامه‌ای داشتیم با سرکار خانم دکتر مریم محبی روانشناس و بسیار بسیار این برنامه بیش از آنچه که ما تصور میکردیم مورد عنایت و قبول قرار گرفت، به طوری که امروز هم با وجودی که هر کدام از ما هم گرفتاری هایی داریم ترجیح دادیم که در اینجا در خدمت شما و بینندگان باشیم. در موضوع مسائل ارتباطات و تعاملات جنسی و حفظ توازن و اعتدال در این نوع روابط و رعایت کردن نرم های جامعه و چیزهایی که جامعه اونها را ارزش قلمداد میکنه و بر اساس اون ارزش ها استاندارد ها و نرم های جامعه رو معین میکنه، یکی از مسائل بسیار مهمی است که میتواند پایه و اساس بسیاری از مسائل دیگر باشد. بحثی که مقدمتا من میخواهم باز بکنم و از خانم دکتر یاری به طلبم برای مساعدت و روشن کردن این موضوع و مشکل بزرگ اجتماعی، موضوع اعتیاد جنسی است که
به صورت مختصر دیروز به اون پرداخته شد و اعتیاد جنسی خودش رو در حالات افراط و زیاده روی و بعد گذشتن از مرزهای نرم اجتماع و مرزهای اخلاق و نهایتاً تجاوز شناخته میشه که میتواند که پایه و اساس بسیاری از جنایات و خسارات و حتی در بود اقتصادی و مالی به تجاوز و سرقت به اموال دیگران بکشه. وارد شدن در اعتیادات مواد مخدر، وارد شدن در قاچاق و تجارت غیرقانونی و همینطور صادرات و واردات مواد مخدر و تأمین برای تأمین هزینه‌های جنسی اکثرا این کارها میشه و نهایتا سرقت و تجاوز از این مرحله هم تسری میکنه و وسعت پیدا میکنه و به حد ملی و تا حد حاکمیت ها میرسه، مثل بعضی از حکومت های آمریکای جنوبی که میبینیم که دستخوش این تغییرات و این انحرافات شده. حالا ملاحظه میکنید که موضوع ارتباطات جنسی و اسراف و افراط در اون تا چه مراحلی وسعت پیدا میکنه، یعنی در واقع موضوع طمع و اشتهای کاذب جنسی تا ابعاد حقوقی و سیاسی میتونه که خودش رو منتشر و مصری بکنه. قبلا خانم دکتر محبی فرمودن که بخشی از این موضوع مربوط به مسئله فیزیولوژی انسان می شود که انسان به مناسبت اینکه دارای ذکاوت است، در واقع مغز انسان از این وسیله، یعنی از وسیله ارتباط جنسی، به عنوان دارو درمانی و یا نیاز درمانی استفاده می کنه که گاهی از اوقات هم به کار میاد و درمان میشه و خیلی وقت هم درمان نمیشه و عوارض جنبی و خطرناکی هم با خودش همراه میکنه. من فکر میکنم که شخصا طمع و سلطه‌جویی و اقتدار طلبی انسان در نبودن سه عامل مهم اخلاق، انصاف و عدالت که ممکن است اینها ریشه های تربیتی داشته باشد، چون عموماً اینها هنجار و رفتارهای انسانی است، اینها باعث تکاثر طلبی و تعدد خواهی و بعد این کار ادامه پیدا می کند و وارد مرحله احتکار مال و احتکار امکان و انحصار امکان می شه. یعنی امکان و امکانات و مالیات دیگران رو ثبت می کنند، ضبط می کنند، حبس می کنند و دیگران رو محروم می کنند و با ضعیف کردن دیگران خودشون دارای قدرت میشن که از این قدرت برای فراهم کردن اسباب و وسایل اعتیادشون استفاده بکنن و بعد اعتیاد به امور جنسی تبدیل میشه به اعتیاد به مواد مخدر و این بار شخص متجاوز یا قربانی با دو اعتیاد سر و کار پیدا میکنه که یکی اعتیاد جنسی است و یکی اعتیاد به مواد مخدر و این کار همونطور که عرض کردم از حد یک تعامل جنسی خارج میشه و به مرحله حتی حاکمیت هایی میرسه که در کار سلطه و دیکتاتوری و نهایتاً در تاریخ اگر ملاحظه بفرمایید میبینیم که حکومت‌های اولیه قبل از اینکه اصل مالکیت زمین در قرن 15 به وجود بیاد 500 سال پیش میبینیم که در اون زمان حکومت‌های فئودال اصل مالکیت و حاکمیت در هم ادغام بوده و اساسش بر مبنای این بود است که انسانی مالک انسان‌های دیگر میشده و انسان‌های دیگر دو بازده داشتن از دید یک فئودال، یکی بازده تولیدی بوده و یکی وسیله اکتساب و کسب لذت جنسی و
به این ترتیب بردهداری فئودالیته در دنیا پایه و اساس قدرت بخشیدن به مالکین زمین و مالکین انسان توامن هست. اما علت اینی که من این بحث رو در واقع خواستم که به این ترتیب شروع بشه و از حضور شخص متخصصی مثل دکتر محبی بخواهم که جنبه های روانی و روان درمانی و تربیت روانی و اصلاح امور رو از دیدگاه روانشناسی عرضه کنند برای این معضل جامعه بشر که وجود داره، به این خاطر است که در کاری که من انجام میدهم که کار من روانشناسی نیست، من این موضوع افراط و تفریط در سکس رو یکی از عوامل انحراف دین توحیدی میدانم. یعنی جزء محرکات و جزء عوامل و اسباب هایی که باعث سقوط دین از زمان ابراهیم تا امروز و حتی قبل از اون، وقتی که به دین نگاه میکنیم که دین های اولیه دین های جادوگری بودن، موضوع قربانی کردن دختران باکره، بعد موضوع تأسیس روسپیخانه ها در معابدی که جادوگران و کاهنان سرپرست اون بودن و اساساً ایجاد شغل فحشا به عنوان یک شغل رسمی که با دین، نه دین توحیدی ولی دین به صورت دین تاریخی انجام میشه، همه اینها نشانه این است که نقش اشتهای انسان و به خاطر طمع در اکتساب بیشتر لذت از یک وسیله به عنوان دین استفاده میکنه و طبعا چون کامجویی و لذت خواهی احتیاج به تأمین ابزار و هزینه داره، میبینیم که هر دین توحیدی از آغاز بزرگترین عامل فساد و انحراف و انحطاطی که داشته همین عوامل افراط و تفریط در اکتساب لذت بوده که برای لذت بردن مجبور بودن که حالا مواد مخدر هم استفاده کنن، حالا بایستی که پول بیشتری هم داشته باشن، حالا برای اینکه 700 تا زن بگیرن باید قدرت هم داشته باشن، حاکمیت هم داشته باشن. و دین همیشه وسیله بسیار خوبی بوده توسط ملایان، چون هر امری که مجرد و مقید رو به هم بریزه وسیله خوبی دست سارقین مسلح میده که از اون استفاده بکنن. و میبینیم که حاکمیت ها در طول تاریخ برای رسیدن به این شهوت و به این قدرت و به این ثروت از افرادی استفاده میکردن که در واقع نقش ملا یا رهبر مذهبی در هر دینی که بوده دارن و اینها باعث انحراف دین و تأمین منابع و مصالح حکمران ها و سلاطین زمان میشدن. علت ورود من به این بحث به این خاطر است که در واقع انحطاط سکسی و سقوط ارزش های ارتباطات جنسی نوع بشر رو در مقایسه با خطری که اینها برای مبانی معنوی و اخلاقی ایجاد رو منحرف می کنن مطرح بشود، که یک فصل جدیدی در تأثیر و تأثیر اعمال و رفتار و تعاملات جنسی به جا میگذاره. سوال من بعد از این توضیح مفصل از حضور جناب عالی خانم دکتر محبی این است که ضمن این که فرمودید که انسان از نظر فیزیولوژی برای درمان دردهای دیگه بدن رو اشتباهاً مجبور میکنه که تأمین درمان خودش رو از طریق امور سکسی انجام بده، اما به طور کلی از نظر تربیتی از دیدگاه روانی چه میتوانیم ما انجام بدهیم که این معضل چندین هزار ساله بشر رو به نحوی شروع به درمان بکنیم؟ عذر میخوام که صحبتم طولانی شد، فرمایشاتونو میشنویم. خواهش میکنم. منم یک عرض سلام خدمت شما جناب آقای استادی و بینندگان محترم دارم. همطور که اشاره فرمودیم ما زل رو مدت خیلی زیادی داشتیم، خیلی هم خیلی طول خواهد کشید تا بخواد زل رفع بشه، که کجا میشه این لجام گسیختگی جنسی رو در جوامع مهار کرد و راه و طریقش به چه شکله. تحقیقات زیادی لازم داره و زمان خیلی زیادی رو میطلبه. علت این
بیماری و بعد راههای درمان اشراف پیدا بکنیم. اما یه نکته که دلم میخواد ذهن بینندگان رو بهش جلب بکنم این است که علت این علاقه زیاد که ما بیشتر وقتی میگیم علاقه خانه‌ها، ذهنمون به طرف مرد میره و کمتر به طرف زن میره و معمولاً هم این جاه طلبی های سیاسی یا اقتصادی یا در تملک کشیدن ها از جانب ذکور داره انجام میشه تا از جانب زن ها. بنابراین یه ریشه فیزیولوژیکی شاید در کار باشه. ریشه فیزیولوژیکی به ما میگه که وقتی به ما میگه که هر 7 ثانیه یک بار مرد داره به سوژه جنسی فکر میکنه و زن هم با تفاوت نه چندان خیلی زیادی، چیزی حدود 10 الی 14 ثانیه داره به سوژه جنسی فکر میکنه، این ما رو به این رهنمایی میکنه که پس یک علاقه و یک توجه فکری و ذاتی در مرد نهادینه شده برای اینکه به موضوعات جنسی زیاد فکر بکنه، مشغولیت ذهنی زیاد به سوژه‌های جنسی داشته باشه به شکل ذاتی. و از اون طرف هم وقتی که میبینیم که این اشتیاق در قالب تمایل زیاد به برقراری رابطه جنسی، داشتن شرکای متعدد جنسی خودش رو به نمایش میذاره، باز یه علت درونیش میتونه این باشه که از طریق میلیون ها اسپرمی که در هر رابطه جنسی از بدن مرد خارج میشه، احتمال اینکه از این میلیون ها یک کدومش بخواد منجر به تولید یک انسان سالم بشه خیلی کمه. یعنی میخوام اینجور بگم که در مرد برای اینکه همچین خدمتون در برنامه پیشین دیروز داشتم عرض میکردم که هدف به طور کلی بعد از برقراری رابطه جنسی نستش که ما ها زاد و ولد بکنیم، نسل بشر بتونه بقا پیدا بکنه. در بدن مرد اینجوری طراحی شده که از این میلیون ها اسپرم شانس خودش رو مرد داشته باشه برای اینکه اگر با این زن این امکان باروری میسر نشود، با زن دیگر این امکان مهیا بشه. بنابراین در بدنش تعداد اسپرم های خیلی خیلی زیادی، چندین میلیون اسپرم وجود داره، به خاطر اینکه از این میلیون ها یکیش فقط میتونه تخمک رو بارور بکنه. و تمایل ذاتی برای اینکه شرکای زیادتری باشن، به خاطر اینکه خانه ها از نظر فیزیولوژیکی هم کلا کروموزوم وای مردانه بیشتر دچار مشکلات میشه تا کروموزوم ایکس، بنابراین این تمایل وجود داره. اما از اون ور در زن میایم چی میبینیم؟ در زن میبینیم که زن فقط با 400 تا دونه تخمک دنیا میاد، یعنی با تعداد خیلی زیادی دنیا میاد، اما نهایتا 400 تا از اینا در هنگام بلوغ سالم میمونه در بدن زن که براش تبدیل به در سنین بعدی بتونه بارور بشه. بنابراین زن خیلی گزینشی عمل میکنه، 400 تا دونه در مقابل چندین میلیون اسپرم که در هر رابطه جنسی از مرد بیرون میاد، یعنی خیلی خیلی تفاوت زیاده. بنابراین زن یه مقدار محتاط‌تره، گزینشی‌تره، یه مقدار با احتیاط پیش میره، یه مقدار تو رابطه جنسی موارد بیشتری رو از زیر نظر رد میکنه تا مرد، به دلایل فیزیولوژیکی این شکلی. اما باز در کنار همه اینها، این مسئله باعث شده که ما این علاقه زیاد رو علاوه بر اینکه پایه‌های فیزیولوژی شاید براش مفروض باشه، ولی خب مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی خیلی خیلی دامن زده به این مسئله. و همونطوری که دیروز خدمتتون گفتم، ما به جایی رسیدیم که معتقدیم بزرگترین ارگان بین دو گوش آدم هاست، اون چیزی که داره میفهمه و چشمش میبینه و اون چیزی که جامعه بهش یاد داده. بنابراین اجتماع خیلی مهمه که چه شرایطی رو در دسترس این جنس مذکر گذاشته، چه آیینی موازینی رو بهش تعلیم داده برای اینکه مهار بکن این میل رو، چه استانداردهای ویژه‌ای این رفتار رو باید کنترل بکنی برای اینکه بهترین بهره‌وری رو از جنسی ببری. ولی وقتی که نوجوان ما اولین بار اون قلیان اون امیال جنسی درش قلیان پیدا میکنه و میخواد اینو تشفی ببخشه، منابع در دسترس قرار گرفته برای اون بسیار محدودن. از طرفی فقط یه سری منابع
تصویری یا صوتی ممکنه باشه که معمولا تصاویر پورنو هست، یا اطلاعاتشون از طریق دوستانشون هست که معمولا اون از اطلاعات هم غلط هست. بنابراین از ابتدا وارد این وادی میشن که میل زیادی وجود داره، از نظر فیزیولوژیکی هم که این آمادگی هست که ارتباط هرچه بیشتر باشه بهتر هست، ولی کنترل و این آموزش اولی برای کنترل این نیاز جنسی براش تعلیم داده نشده و این مسئله میاد تا اونجایی که فرد افراد خیلی زیادی میکنه برای مسئله خودرضایی، برای که جنسی در اختیار نداره که بخواد این رو به شکل درست تشریح ببخشه. بعد این آمیخته میشه با اون نگرانی های فرهنگی و اخلاقی که آیا کار درستیه کار بدیه، و اگر هم داره انجام میده با عذاب وجدان انجام بده. بعد زمانی که حتی ازدواج میکنه، مشکلاتی هم که به وجود میاد تو رابطه زناشویی، میل زیادی که مرد همچنان داره و از اون طرف هم زنی که همچنان که خدمتون گفتم یه مقدار گزینشی تر و با ملاحظه تر تن به رابطه جنسی میده، اما از اون ور زن هم میشنوه که خب تو باید تمکین جنسی بکنی، اگر معتقد به سری اصول اخلاقی و دینی و فرهنگی هستی، زمانی که مرد تمایل به برقراری رابطه جنسی داره تو باید نه نگی، و اگر بگی خب این مرد ناگزیر میشه که به کارگرای سکس که در جامعه در ازای فروش رابطه در ازای ارائه سکس پول دریافت میکنن به اونا مراجعه بکنه. بنابراین تو خودت باعث این خواهی شد که شوهرت به انحراف و به بیراه کشیده بشه. و بعد هم در سنین بالاتر هم وقتی میان میبینیم که فرد بعد از سنین 40-50 سال که در نشیب اون روند تکاملی خودش قرار گرفته و داره یواش یواش سرازیری رو طی میکنه، یه دفعه به خودش میاد که خب پس من کی بودم و چی بودم و چیکار کردم و میل جنسیم چه کار بود، چه مقدار میتونستم آتیش بسوزونم و این کار رو نکردم، و تازه یادش میفته که باید هر فرصت از دست رفته رو دوباره روش کار بکنه. واسه همین روابط متعددی رو ممکنه داشته باشه و با ریسکای خیلی زیاد مسئله معمولا به همراه داره. برای من در تمامی مراحل رشد من فکر میکنم این عدم آگاهی و تعلیمات اشتباه بالاخره اجتماعی و فرهنگی و فقر فرهنگ جنسی که در جوامع علل خصوص در جامعه ما هست، بستر این رو فراهم میکنه که یه همچین مشکلات ما داشته باشیم. بنابراین میخوام بگم هم مسئله اعتیاد جنسی میتونه جنبه های بدنی داشته باشه، اما صرفا جنبه بدنی شرط تمامی بلیم یا سرزنش رو نمیتونیم روی کیفیت بدنی بذاریم، به خاطر اینکه در بسیار از مواقع سیستم تربیتی به گونه‌ای بوده که فرد رو تونسته آموزش بده که در مسیر درست این نیاز رو کنترل شده تشریح ببخشه و ازش سوء استفاده نکنه. خانم دکتر، ضمن تشکر بسیار از فرمایشات متین و منطقی که فرمودید، یک سؤال عمده‌ای که مطرح میشه که اگر که پاسخ قاطع و کوتاه‌تر عنایت بفرمایید، موضوع فطرت و تربیت و رابطه این دوتا با هم هست، که بعد از اینکه این جواب رو من بگیرم سوال بعدی این خواهد بود که طبعا هر کالایی که تولید میشه و از تعامل این کالا سودی حاصل میشه، یک عده بازرگان و یک عده واسطه برای تسهیل و انجام این معامله یا این تعاملات بیش از یک معامله وارد بازار میشن، و وقتی که یک کالایی یا یک متایی مورد استفاده قرار میگیره و سودآور میشه، روشهای ارائه اون به بازار با قیمت بیشتر و شرایط بهتر و در نتیجه افزایش و رونق این تجارت بیشتر میشه. در بعد رابطه سکسی و نیازها و ارتباطات جنسی، وقتی که رابطه جنسی به صورت یک کالا مورد نظر قرار میگیره،
طبعا ادهی روی این کار سرمایه گذاری میکنن و بعد کالا احتیاج دارن برای خرید و فروش، زن احتیاج دارن برای اینکه به فروش برسانن، مرد احتیاج دارن برای اینکه رابطه جنسی با زن رو خریداری بکنه، و بنابراین اقتصاد جامعه بر مبنای ترویج اون کالا که در اینجا ما راجع به فحشا صحبت میکنیم یا کالاگران جنسی صحبت میکنیم، به این ترتیب اقتصاد یک جامعه تبدیل میشه به اقتصادی که در واقع ترویج فحشا باید بکنه، که از نوع فحشا باعث بشود که تجارت رابطه جنسی وارد عمل بشود و تولید بهتری داشته باشد. دامنه این کار به اونجا میرسه که از سکس معمولی ممکن است که درآمد به اندازه کافی حاصل نشه و تجارت به اندازه کفایت در طمع اونها البته سودآور نباشه، و بعد انحرافات جنسی و زیاده روی های جنسی مطرح میشه. یک مطلب بسیار اساسی که دیروز حضرت عالی اظهار فرمودید و همینطور در ذهن من نقش بسته این موضوع بود که ضمن خسارات و ضررهایی که افراط و اسراف و اعتیاد جنسی ایجاد میکنه، موضوع بیماری، اگر که البته بحث مذهبی من در اینجا نمیخوام مطرح بکنم، ولی اگر که به یکی از مفاهیم قرآنی در اینجا اشاره کنیم که میگوید که مرض اونها نوعاً یک مرض فزاینده است که خود اون مرض مرض رو افزایش میده، یا به زبان انگلیسی degenerative disease هست که در داخل خودش رو degenerate میکنه. و این مطلبی که دیروز جناب علی اشاره فرمودید بسیار مطلب مفیدی بود از نقطه نظر این که سوالات بعدی رو بتونه که ارگانایز بکنه و طرح سوال بکنه نسبت به اونها، که وقتی که زیاده روی میشه افراط در واقع در امور جنسی، باعث انحراف میشه و باعث زیاده طلبی میشه. حالا یه وقتی این زیاده طلبی به صورت توجه به کوانتیتی هست که تعداد زیاد باشه، تعدد طلبی در واقع خواسته میشه، و وقتی که تعدد طلبی به جایی میرسه که دیگه امکان افزایش تعدد وجود نداره، شخص وارد مرحله دیگری میشه که این بار به جای اینکه کوانتیتی رو افزایش بده، کوالیتی رو تغییر بده، و بعد انواع و اقسام انحرافات هم طور که دیروز فرمودید وارد بازار میشه به عنوان کالاهای جدید که مورد خرید و فروش قرار میگیره. و همونطور که عرض کردم اقتصاد جامعه مجبور میشه که روی این کار کار بکنه. من خاطرم هست چندی پیش یک فیلمی نشان میدادن در تلویزیون، سری فیلم هایی بود نشان میدادن به نام فرندز، که دوستان، که در یک زمانی بچه ها نشون میداد که در سنین 16-17 سالگی اینها با هم دیگه نزدیک میشن یا میبوسن یا چیزهای نظیر این، و بعد دو سه سال که گذشت همین فیلم هایی که تهیه میکردن سن افراد رو لااقل حدود 25% تا 30% پایین آوردن، یعنی دختر بچه 12 ساله با پسر بچه 12 ساله همون بوس و کناری رو انجام میداد که در فیلم های قبلی در حالت دیگری نشان میدادن. خب این کار جنبه های تجاری جنبی داره با خودش، یعنی وقتی دختر و پسر فعالیت های زودرس جنسی پیدا میکنن، ابزار بیشتری باید بخرن، وسایل آرایش بیشتری باید بخرن، تجهیزات بیشتری باید بخرن، و سرسام‌آور ارقام نجومی در واقع بایستی که در سطح ملی خرج بشه، و همه اینها بازارهای جدیدی است که برای ایجاد درآمد از نقطه نظر صرف اقتصادی ایجاد میشه و باعث میشه که اقتصاد کم کم تابع اعتیاد بشه. یعنی در جامعه باید انواع و اقسام اعتیادها وجود داشته باشه که دو عامل مهمش و در واقع اعتیاد شاخص
یکی اعتیاد جنسی و یکی اعتیاد به مواد مخدر است که پایه و اساس اقتصاد یک مملکتی یک مرتبه تغییر می‌کند به اون شکل، مثل بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی یا در همین کشور آمریکا اگر نگاه بکنید شاید یک سوم از پایه و اساس استوانه‌های اقتصادی آمریکا بر مبنای، از فیلم سینمایی بگیرید، صنعت فیلم، صنعت نمایش، صنعت انترتینمنت و بسیاری از صنایع دیگری که در نظر میگیرید در جهت ترویج و ایجاد بازار بهتری برای خرید و فروش سکس هست. و بعد علاوه بر این که ابزار و وسائل ارتباطات جنسی رو در حالت اعتیاد و افراط عرضه می کنند، کم کم خود آدم ها به دوران فئودالیته برمی گردند و در واقع نوعی بردگی جنسی آغاز شده در جامعه که خرید و فروش فاحشه به صورت فردی، و بعد این لغت فاحشه‌ای که عرض می‌کنم باید تبدیلش بکنیم به فاحش و فاحشه اگه بخوایم عربی بگیم، یا کارگر جنسی همونطور که شما فرمودین که شامل مرد و زن هم میشه و قبلا بیشتر شامل زنان میشد، الان چون دیگه بالاخره وارد عالم تساوی شدیم و برابری شدیم مردها هم در این جرگه وارد شدن و اونها هم در واقع فحشا دیگه الان نر و ماده نداره. اون وقت خود این انسان ها هم الان تبدیل به یک کالایی شدن و بعد از بیزینس و از تجارت و خرید و فروش فردی و انحرافات خیابانی و تکروی های انفرادی خارج شده و به صورت یک صنعت عظیم جهانی در آمده که در واقع نه تنها سازمان ها و شرکت های نیم‌نام و یا با نام جعلی در تمام کشورهای دنیا وجود داره که موضوع ترافیکینگ کارگران جنسی الان به مراتب مقدار درآمدش بیشتر از ترافیک مواد مخدر است. در این بازار آشفته‌ای که وجود داره در واقع اقتصاد فاسد از فطرت انسان‌ها استفاده می‌کنه که آسیب دیده و وجدان و ارزش‌های اخلاقیش رو از دست داده و به صورت یک عامل بی اراده در آمده. جناب‌عالی به عنوان یک روانشناس چه درمانی برای این قسمتی از درمان، من این اسکندال و این ناراحتی و این نگرانی و این بی عدالتی جامعه بشر رو در سطح کره زمین می‌بینم و این چیزی نیست که من از شما توقع داشته باشم با یک فرمول ساده به من یه نسخه‌ای بدید که فردا اقتصاد سالم بشه و همه اونچه را که برشمردم اصلاح بشه. سوال من این است که به نظر جناب‌عالی از چه دریچه‌ای، از چه پنجره‌ای، از چه بابی ما میتوانیم شروع به عمل بکنیم و شروع به خدمت بکنیم و یک کمپین و یک حرکت اصلاحی و درمانی رو شروع بکنیم که لااقل چند جنریشن بعد بتونن که به سامان برسن. سوالات دیگری هم دارم از حضورتون، اگر ممکنه بذل عنایتی بفرمایید و یک راهگشایی بفرمایید از نظر روانی با این جامعه بیماری که انسان به صورت کالا در اومده و انسان اسیر مواد مخدر و اسراف جنسی شده و دولت‌ها تابع اقتصادی شدن که اون اقتصاد بر مبنای فحشا و مواد مخدر در حال حرکت هست، شما به عنوان یک روانشناس چه بخشی از اصلاح این جامعه رو میتونید دوخته بگیرید و ادوایز شما چیه؟ شکر از اون زمانی که میل جنسی شروع میکنه تظاهرات خودش رو بیرون دادن، یعنی دوران بلوغ، مهمترین کارهای تربیتی آموزشی در سطح خانواده و در سطح مراکز تربیتی آموزشی باید کار خودش رو شروع بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقاً حالا اگه نخواهیم برگردیم به سنوات قبلی، چرا که اونا هم خالی از تاثیر نیست، محیطی که در 6-7 سالگی بچه داره توش بزرگ میشه و چه آدابی در رابطه با تعریفی از دستگاه تناسلی بهش میدن در مورد مسئله پرایوت بودن، محرمانه بودن این مناطق و مسئله از این قبلی. ولی اگر نقطه شروع رو همون دوران بلوغ فرض بکنیم، معمولا دو تا کار بزرگی که نوجوان یاد میگیره تو این سن
که علامت بزرگ شدن هست و با انجام اون در واقع فرض خودش و در جامعه ثابت میکنه که بزرگ شده، یکی مسئله ارتباط جنسی هست و دوم مسئله مصرف دخانیات هست. این دوتا همچون شما فرمودین دقیقا دوتا عامل مهلک، دوتا زمینه اعتیاد آور و خانمان براندازی هستش که جوان رو در سالهای بعدی این خانواده رو و جامعه که این فرد توش زندگی میکنه رو آلوده میکنه. بنابراین یکی مسئله داشتن رابطه جنسی که نوجوان فکر میکنه من باید ارتباط جنسی داشته باشم و وقتی که دارم و اگه میتونم برم و یک رو راقب تشویق بکنم که من رابطه داشته باشه یا حتی تهدیدش بکنم و اینکه اصلا میتونم میتونم منیج بکنم، میتونم مدیریت بکنم، میتونم یک رابطه جنسی رو به اصطلاح از ابتدا تا انتها به نحو خوب انجام بدم، این یعنی من بزرگ بدم. این یه مسئله است که خب حالا چه خطرات و چقدر اصلا این فرد اطلاعات داره که چه آیینی رو باید رعایت بکنه، چه شرایط رو باید لحاظ بکنه تا وارد مسئله بشه که معمولا نیست و همونجوری خدمتتون دیروز گفتم اصلا ما نداریم همچین پالیسی رو. و مثلا مسئله دخانیاته که من در جمع دوستان که قرار گرفتم با مصرف سیگار و دخانیات نشون دادم من یه بچه نیستم، من بزرگ شدم، اختیار بدنمو دارم، میتونم از بدنم هر جوری دلم میخواد استفاده بکنم، اگه میخوام هر جوری بپوشم، لخت بپوشم، نپوشم، پوشیده باشم، نباشم، ورجن بمونم، باکر بمونم یا نمونم، سیگار بکشم، بعد با کشیدن نشون بدم به دوستانم که من دیگه بچه نیستم. و دقیقا از همینجا این مسئله شروع میشه. وقتی که ما مسئله عدم آگاهی های جنسی رو در سنین نوجوانی داریم، یواش یواش نوجوانی که خوشش میاد یواش یواش از اینکه وارد یه رابطه شده که دیروز خدمتون گفتم پیامدهای خوبی هم براش داشته، نیازهای زیادی رو هم درش برآورده کرده، مشغولیت ذهنی هر 7 ثانیه یه بارم که در مرد گفتیم که وجود داره، تمامی این مجموعه باعث میشه که تمرکز ذهنی خیلی زیادی رو قضیه سکس بذاره، حالا در بعد یا خود ارضایی یا شکار تومه توی خیاب. و این مسئله همونطوری که باز دیروز اشاره کردیم وقتی که قراره که خیلی به شکل افراطی روش مانور داده بشه، یواش یواش جوون ما رو میکشونه به این که سوژه جنسی یک شیء، یعنی بدترین نقطه است که ما ممکنه برسیم در تعریف رابطه جنسی، نقطه افول یک رابطه هست، اون جایی که پسر ما یا دختر ما فکر بکنه که شریک جنسیش و رابطه جنسی و بدن اون یک شیء. و این اتفاقی که میفته، یعنی تحقیقات به ما نشون داده که وقتی که فرد به شکل افراطی از قضیه میل جنسی به شکل در قالب اعتیاد جنسی سوء استفاده میکنه و همون فرایند فزایندگی رو داره تجربه میکنه که دیگه هیچ چیزی براش جالب نیست، دیگه حالا اگر فقط با لمس یه قسمت کوچیکی از بدن به برانگیختگی میرسید، حالا باید شدتش رو و نوعش رو تغییر بده، یواش یواش طرف جنسی یا شریک جنسی در حکم یک شی، یک وسیله است که خب حالا نگاه میکنه ببینه رنگش چیه، سایزش چیه، عطر و بوش چیه، چه کیفیتی رو داره، دقیقا به فرمت یک کالا بگه دیگه بهش نگاه میشه و گویی این فرد دیگه خالی از احساسات و عواطف و شخصیت و اون پرسونالیتی که در پشت این پوست و گوشت و استخون باید لحاظ بشه اصلا لحاظ دیگه نمیشه. و این آفت یک رابطه جنسی است، این آفت سلامت جنسی جوانهای ماست و کمان که ما داریم میبینیم که چه در ایران چه در کشورهای دیگه که رفتار جنسی در قالب یک افراط لجام گسیخته‌ای داره انجام میشه که فرد فقط نگاه جنسی داره به شریک جنسیش که در فقط در قالب ظواهر بدنی خلاصه شده و دیگه کاری به این نداره که من قبل از اینکه اجازه پیدا بکنم به بدن این فرد نزدیک بشم باید به روحش نزدیک می شدم. یا همون جمله معروف چارلی چاپلین که نصیحتی بوده یا وصیتی بوده که به دخترش می کنه که یادت باشه کسی اجازه داده بدن عریان تو رو ببینه که روح عریان تو رو دیده باشه. ولی اصلا این قضیه نیست در جامعه ما، اصلا اینا همه حرفه، اینا شعره که من با این آدم آشنا بشم و به هم
از نظر روحی مچ باشیم و چه نقطه از نظر شخصیتی به هم نزدیک باشیم و بعد از روند بعد از گذشته یه مدتی بخوایم که اجازه بدیم ارتباط بدنی انجام بگیره. اصلا یک در عرض چند دقیقه تا یک ربع بعد مشخصات بدنی رو اون کالا رو ارزیابی میکنه، مهر رو روش میزنه که تایید میشه، تکنیک های به کار سید شروع میکنه به فعالیت، تومه داخل یه محیط خلوت آورده میشه، ارتباط جنسی انجام میگیره و تموم میشه. اون مثل ماده مخدر انگار اون دوز مناسب وارد بدن شد، بعد میره تو اون مرحله نشگی و سوژه دیگه رها میشه و رابطه جنسی فراموش میشه و اصلا این فرد نپرسیده که اصلا اسم تو چیه، اصلا تو کی هستی، اصلا تو چی هستی، و فقط در قالب بدن این خلاصه شده. من که مختصر پاسخ داده باشم، فکر میکنم بهترین کار اون آموزش های لازمه که ما در سنین از سنین پایین شروع بکنیم، ولی تاکید عمده در سنین بلوغ باشه، در دوره راهنمایی باشه، جوانای ما الفبای صحیح ارتباط جنسی رو آشنا بشن با نام ارگان ها، کیفیت رابطه جنسی و چرخه رفتار جنسی در دو جنس آشنا بشن تا در سنین بعد به بیراه کشیده نشن. من ممنونم از شما آقای دکتر. اگه اجازه بدید و خانم دکتر، دوستان از طریق ایمیل تماس گرفتن و سوال کردن آیا صیغه حکم قرآن است یا نه؟ اگر نیست و بعدها به اسلام اضافه شده، لطفاً تاریخچه آن را بفرمایید. فکر میکنم که خانم دکتر هم ترجیح میدن که این سوال رو من با قسمتش رو پاسخ بدم. صیغه به هیچ عنوان در قرآن نیست، تنها در شرایط بسیار محدودی که حفظ حقوق یتیم مطرح باشه و در شرایط حاضر ازدواج هیچ ارتباطی به حفظ حقوق یتیم نداره، یعنی قانون در حال حاضر نمیتواند که جنبه اجرایی داشته باشد چون شرایطش فراهم نیست. یک آیه دیگر در قرآن هست که شخص پیغمبر رو در تعدد زوجات آزاد گذاشته و الان نه پیغمبر در بین ما زندگی میکنه و نه اون قانون تعمیم داشته، حتی در زمان صدورش مربوط به شخص رسول اکرم میشده، به ایشان شروع شده و به ایشان هم تمام شده و اساسا و منطقا جز سنت اسلام محسوب نمیشه، چون سنت نبوی به سنتی اشاره میکنند که قابل استمرار و قابل ادامه باشه. بنابراین در اسلام آیات دیگری هم در قرآن هست که دال بر این است که اسلام دین یک همسری است، به خاطر اینکه اسلام از خواستگاهی برمیخیزه که در واقع ازدواج چند مرد با چند زن به صورت مختلف مرسوم بوده و در واقع تحریم میشه اون روابط و اون ضوابط و برمیگرده رابطه افراد به یک مرد و یک زن در یک زمان. به این ترتیب چیزی به نام صیغه در قرآن وجود نداره و مطالبی که راجع به تاریخ صیغه یا راجع به اتفاقات صیغه یا کسانی که چندین زن داشتن یا صیغه داشتن به دو ترتیب قابل بررسی است. در مورد کسانی که آیین دین شیعه از اونها به نام معصوم نام میبره یا در آیین سنت از اونها به عنوان خلفای راشدین یا افرادی که گناه نمی کردن نام میبرند، هر اتهامی و هر افترایی که به اینها زده میشه در مورد اینکه اینها زن صیغه‌ای داشتند از نظر تاریخی قابل اعتبار نیست، به خاطر اینکه یا باید اونا گناهکار باشند یا باید قرآن بی اساس باشه. اما در مورد دسته دیگری که جز به اولیاء الله نیستند، جز به امام ها، جز به ائمه، جز به خلفای راشدین نیستند، آدم های معمولی هستند مثل من، ممکن است که در تاریخ و ممکن است به قطعی است که از نظر تاریخی اینها مرتکب این کار شدند، مثل همون مثال فتحعلی‌شاه که از کردم 700 زن صیغه‌ای داشت و برای کسانی که
حدیث صیغه رو ایجاد کردن و قانون جهلی صیغه رو به اسلام در واقع افترا بستن، برای اینها تعداد محدودیت اصلا وجود نداره. یعنی اینها میتوانند که تا بی نهایت چندین هزار زن صیغه‌ای داشته باشن و مدعی هستند که امامان اونها و بزرگان اونها این کار رو کرده و چون در قرآن نیست میگویند که سنت پیغمبر هست و چندین کتاب حدیث هم میآورند که ثابت بکنند که پیغمبر چنین میکرده و چنین حکمی داشته. اما چون این احادیث با یک دیگر اختلاف دارند و خود این احادیث در واقع نفی یک دیگر رو میکنند، خیلی راحت با منطق خود این احادیث میشود که بطلان اینها رو ثابت کرد. پاسخ من به شما این است که در قرآن صیغه وجود ندارد و افراد از زمان بعد از عمر شروع به این کار کردند و هر کدام هم از یک حدیث و از یک داستانی استفاده کردند. مثل بقیه کارهایی که می کنند، صیغه یک امر جزئی است در مقابل بقیه افتراهایی که به قرآن و دین می زنند. همین حکومت‌های مذهبی که در دنیا وجود داره، منظور من حکومت خاصی نیست، حکومت‌های مثل افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، عربستان، همه اینها، بحرین، یمن، اینها همه حکومت‌های دینی هستند و همه اینها معتقدند که خدا اینها رو معین کرده که بر مردم حاکمیت بکنند. شما ملاحظه بکنید که قرآنی که اصل رو بر اختیار و مسئولیت میگذاره و نقش حکومت در واقع برداشتن اختیار انسانه و این کار تنها به وسیله رأی و بیعت و انتخابات و شورای انسانی میتونه این کار رو انجام بده، از این اختراع بزرگتر و واضحتر و مضحکتر به اسلام و به دین و به قرآن وجود نداره. اما این اختراع زده میشه، این عمل انجام میشه و ما میبینیم که چندین میلیون انسان تابع این ضوابطی هستند که ضد قرآن، اما به عنوان ضوابط قرآنی از طریق حدیث و داستان و سنت‌های جعلی به قرآن و به دین نسبت میدهند. و موضوع ولایت و موضوع خلافت از طرف خدا یا سلطنت از طرف خدا و در واقع نوعی فئودالیته خدایی به جای فئودالیته جاهلیه بعد از کودتای نظامی معاویه در اسلام مرسوم میشه که تا امروز هم ادامه داره و هر حکمی که میخواهند صادر بکنن از طریق یک حدیث به پیغمبر نسبت میدن. شما اگر در تاریخ مطالعه بکنید میبینید که حدود 150-60 سال بعد از بعثت رسول اکرم تعداد 800,000، یعنی با کسی از 1,000,000 حدیث در طول تاریخ چند سال به وجود میاد و این احادیث جمع‌آوری میشه و یک محدث بزرگی مثل بخاری در حرکت اول از این 600 تا 800 هزار حدیثی که در اختیار او گذاشته بودن 6,000 حدیث رو معتبر محسوب میکنه و بقیه این احادیث رو همه رو دروغ تلقی میکنه. در تصفیه دوم یا در خرباد دو 1,000 حدیثی که انتخاب کرده بوده 3,000 حدیث رو انتخاب میکنه و بقیه اونها رو هم باطل اعلام میکنه. در گزارشات بخاری هست که میگوید اگر عمر من وقتت میداد در قربال سوم شاید هیچ از این حدیث ها بر جا نمیماند. یعنی که اون چرا که به عنوان سنت امروز در واقع به ما تحمیل میکنند برداشت های حدیثی افرادی است که تحت تأثیر پادشاهان، سلاطین، خلفا و اقتدارچیان و مقتدرین زمان خودشون بودن و اینها به وسیله ملایان، به وسیله محدثین، وقتی که میبینیم ما امروز در کتب اصلی دنیا دست برده شده، وقتی امروز میبینیم کتاب انجیل و تورات قابل اصالت ذاتی و اولیه خودشون هستند، بنابراین کتب احادیث در هر زمانی تابع حاکم وقت عوض میشده. امروز کتاب حدیث برای لیبی با کتاب حدیث برای عربستان سعودی یکی نیست.
ما امروز در اسلام نزدیک به 250 فرقه مختلف داریم، کوچک و بزرگ، که فرقه های اصلی اون شیعه و سنی هستند و خود اهل تسنن هم 4-5 قسمت می شوند. اینها همه در داخل با هم دیگه ضدیت دارند، همه با هم دیگه دشمنی دارند و همه مذهب یکدیگر رو رد می کنند. مثلا شیعه می گوید که اگر موقع نماز خواندن بعد از سوره فاتحه لغت آمین به زبان شما بیاد، که اهل تسنن اونطور نماز می خوانند، می گویند اصلا مشرک این شخص نه تنها مذهب دیگر اسلام نیست، که اصلا مشرک. فرض این است که احادیثی که بر مبنای اون دین اسلام رو جدا از قرآن ساختن، مسئله فحشا و مسئله تمتع و مسئله تملک جنس مخالف یکی از آرزوهای اعرابی هایی بوده که به ایران و کشورهای دیگه حمله کردند و اینها برای توجیه شهوترانی و فحشا و در واقع فاحشه بازی خودشون و تجاوز به نوامیس مردم، قرآن رو هم ننگین و آلوده کردن و احادیث جعلی و بی‌اعتبار به قرآن و به دین اسلام اضافه کردن. برای من و شما که سواد خواندن و نوشتن داریم، هر کجا که ادعایی نسبت به اسلام می شود باید از مردم و از گوینده دعوت بکنیم که اولا استناد قرآنی اون رو نشان بدهد و بعد معنیش رو به ما بگوید و بعد اظهار نظر و استنباط خودش رو نسبت به اون چیزی که در قرآن میبیند و تفاوت و اختلافی که اون برداشت و استنباط با عملی که افراد در خارج انجام میدهند. مثلا در قرآن حکم میکند که سن بلوغ پسر و دختر برای ازدواج باید بلوغ نکاحی باشد. بعد بلوغ نکاحی رو دیفاین میکنه، معنا میکنه بلوغ دفاعی نکاحی چیست. میگوید بلوغ نکاحی عبارت هست از حالتی در انسان، دختر یا پسر، که قادر باشد مدیریت کل اموال خود رو به عهده بگیرد. یعنی اگر یک شخصی چندین میلیون سرمایه داشته باشد، وقتی به او میگویند بالغ، آیه صریح قرآن است، وقتی به او میگویند بالغ که قدرت اداره اقتصادی امور مالی خودش رو داشته باشد. آیا ما باید ببینیم که بعد وقتی به حدیث نگاه میکنیم که پیغمبر زنی داشته به نام عایشه که 6 ساله بوده با اون ازدواج کرده، خب دختر 6 ساله آیا میتواند مدیریت اقتصادی چندین میلیون دلار به پول امروز رو شوخی بگیرد؟ بنابراین فاقد بلوغ نکاحی بوده. حالا ما رو در یک جایی قرار میده که یا قرآن باطله، یا کار پیغمبر باطله، یا حدیثی که در اختیار ماست باطله. هر کدوم از این حالی که میخواید باطل اعلام بکنید، تکلیف شما با دین روشن میشه. از این مثال ها بسیار میشه زد که در قرآن وجود داره و نص صریح و حکم صریح در قرآن وجود داره، اما ما اعمال و رفتار افراد رو که بیرون میبینیم، میبینیم متفاوته. الان نظریه‌ای داده شده، چندین نظریه، که اصلا ازدواج با دختر نوزاد هم در اسلام آزاده، منتها وقتی ازدواج میکنن از فروغ غیر متعارف میتوانند که اکتساب لذت و کسب ارضا بکنن و صبر بکنن تا قابلیت تحمل تماس جنسی رو داشته باشه. و وقتی نگاه میکنید ببینید این نه تنها جنایته، بلکه جنایت در افترایست که به قرآن زده شده. من فکر میکنم اصلا علت تشکیل این برنامه و این بحث ها که ادامه خواهیم داد به خاطر این است که ما قرآن و کتب دینی، انجیل و تورات و قرآن رو از اعمال و رفتار کسانی که با استناد و سوء استفاده از این کتب دست به ایجاد مذهب و ایجاد دین میزنن و اگر میل به فاحشه بازی دارن، اگر میل به تملک دارن، اگر میل به حکومت دارن، اگر میل به سرقت و دزدی دارن، هر عملی رو که میخوان انجام بدن، با اضافه کردن چند ورق حدیث در کتب باز حدیث که هر کاری میخوان با اون میکنن، مرتب اسلام رو از قرآن منحرف کردن و بین قرآن و بین منطق دیواری به نام حدیث ساختن که ساختار این دیوارها
به علت این که در فرقه های مختلف اسلامی با هم متفاوت است، منطقا ما را به این نتیجه می رساند که همه اینها باطل است، مگر حدیثی که اولا مفید باشد، لازم باشد و بالاتر از همه با قرآن در تطبیق باشد. چیزی در اسلام، اسلام قرآنی نه اسلام حدیثی، به نام صیغه وجود خارجی ندارد. ممنونم از شما. بفرمایید دنباله برنامه رو با پرسش هم از حضورتون تقاضا بکنم اگر ممکن است دو سه دقیقه به ما تنفس بدید با پخش آیای بازرگانیتون، ما برگردیم در خدمت شما باشیم. نمیدونم که سیستم شما آمادگی این کار داره. بله بله دوستان عزیز، بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم و چند دقیقه دیگه با شما هستیم. سوالاتتون رو میتونید از طریق ایمیل برای من ارسال کنید، بعد اگر این برنامه رو به صورت بازپخش میبینید میتونید که با این شماره تلفن هایی هم که روی صفحه کامپیوتر و تلویزیونتون بود تماس بگیرید و پیام بذارید. پیام های شما رو برای دکتر محبی و دکتر میرزا آقاسی ارسال میکنم، مطمئنم که این عزیزان به شما پاسخ میدن. پس تا چند دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. Born to Freedom بنیاد انسان دوستانه برای کشف مفقودین است. در سال 1365 رون عرب کمک خلبان اسرائیلی در لبنان به اسارت گرفته شد و بیش از 20 سال است که خانواده‌اش برای دیدنش لحظه شماری می کنند. ما معتقدیم که همه برای آزادی به دنیا آمدند و حاضریم 10 میلیون دلار برای اطلاعاتی موثق درباره رون عرب بپردازیم. اگر همچنین اطلاعاتی دارید با این شماره تماس بگیرید و با 10 میلیون دلار آینده خود و فرزندانتان را تأمین کنید. این مرکز تلفنی دارای تکنولوژی پیشرفته به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی است. شما همچنین می توانید از طریق این سایت با ما تماس بگیرید. یک تماس برابر 10 میلیون دلار است. کاملا محرمانه. کتاب دبیرستان البرز و شبان روزی آن به کوشش میر اسدالله موسوی ماکویی در 880 صفحه. هدیه جاودانه تقدیم به شما، اقوام شما و دوستان شما که در این مجموعه تحصیل کردند. تاریخ به وجود آمدن دبیرستان البرز با عکس‌های منحصر به فرد از بنیانگذاران، دبیران، کادر آموزشی و عکس‌های دست جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز. اسامی کامل فارغ التحصیلان دبیرستان البرز و شبانه‌روزی آن از سال 1324 تا 1376 هجری شمسی. بهترین هدیه برای شما، اقوام و دوستان البرزی. جهت سفارش و دریافت کتاب دبیرستان البرز لطفاً با شماره تلفن 240-654-5795 و یا از طریق ایمیل به آدرس albors@yahoo.com تماس حاصل نمایید. پیش به سوی آزادی. پس از ایجاد جبهه آزادی خواهان ایران، شماری از هممیهنان در کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا به ما پیوستند. بدین جهت از شما دعوت می‌کنیم تا شما هم به مانند دیگر آزاداندیشان به جبهه آزادی خواهان پیوسته که بتوانیم جنبش آزادی خواهان را سازماندهی کرده تا تمام ایرانیان به حق مسلم خود یعنی نان، مسکن، تحصیلات، آزادی برسند. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. نوع حکومت را به مردم واگذار می کند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود تعیین می شود. 3. از برخورد به گذشته افراد، احزاب و گروه ها پرهیز می کند. پاینده ایران، نابود باد استبداد به هر شکلش. پیش به سوی آزادی. زعفران گریل یادآور خوراک‌های خوشمزه ایران، صرف غذاهای مورد علاقه در محیطی بسیار زیبا و دلنشین. پخت و پز و پذیرایی را به زعفران گریل بسپارید و شما اوقات را با دوستان و مهمانان خود سپری کنید.
کیترینگ با قیمتی ارزان و کیفیتی عالی برای مهمانی های کوچک و بزرگ شما پذیرفته می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 703-421-2080 تماس حاصل فرمایید. دوستان عزیز بیننده و شنونده، ممنونم که تا این لحظه با ما بودید و با این عکس زیبایی که زن و مرد را در دو کفه ترازو گذاشته و به طور مساوات نشون میده برنامه رو دنبال میکنیم. ضمن این که تشکر میکنم از خانم دکتر مریم محبی که روانشناس و سکس تراپیست هستن و آقای دکتر حمید میرزا آقاسی. من این میکروفون رو در اختیار این دو عزیز میذارم که دنباله برنامه رو ادامه بدن و ما تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و 2 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا با شما هستیم. اگر سوالاتی رو در حین برنامه دارید توسط ایمیل برای من بفرستید، برای این دوستان عزیز خواهم خواند و پاسخ رو به شما میدن. آقای آقاسی یا خانم دکتر محبی، هر کدوم که مایل هستید لطف کنید و شروع بفرمایید. من جسارتاً میخوام یه سوالی رو بپرسم. با توجه به حساسیت روز 25 نوامبر که فردا باشه، که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زن هست، و با توجه به اینکه ما داریم راجع به مسائلی رو توی صحبت امروزمون مطرح کردیم که یه قسمتش برمیگشت به مسئله اون عدم برابری که در مسئله جنسی ممکنه بین زن و مرد باشه، علل خصوص اونجایی که صحبت کردیم از مسئله تمکین جنسی، فکر کنم خیلی خوب باشه، خیلی جالب باشه از این نظر که ما نظر آقای دکتر آقاسی رو راجع به این مسئله بدونیم. این سوال رو از این نظر مطرح میکنم که در برنامه تلویزیونی که در شبکه تنما داشتی، من اختصاصا نظر آقای دکتر رو پیرامون این مسئله مجددا خواستم، به این دلیل که من مراجعات بسیار زیادی رو می‌داشتم که خب این مشکل رو خصوصا برای عده‌ای از عزیزان که مقدار وابستگی‌های فرهنگی و مذهبی رو می‌داشتن، که براشون علامت سوال بود که خب اگر قرار باشه که ما توی هر رابطه جنسی وظیفه شرعیمون و زناشوییمون حکم بکنه که ما باید پاسخگوی نیاز جنسی مرد باشیم، و بنابر دلایلی اگر ما الان اون آمادگی بدنی و ذهنی و روانی و رو نداشتیم و نخواهیم جوابگوی این تقاضای جنسی باشیم، علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی یک از نظر مذهبی شما تمکین نکردید، شما وظیفه زناشویی خودتون رو انجام ندادید، همونطور که قسمت اول صحبت رو گفتیم جای شبهه هم نمیمونه، اگر همسر رفت و بخواد ارتباطای دیگه برقرار بکنه در واقع نباید سرزنش بکنیم مردو، که خود این زنی که نمیخواد پاسخگوی نیاز جنسی مرد باشه سبب این شده که مرد بخواد نیاز جنسی رو از بیرون چارچوب زندگی زناشویی به دست بیاره. پس یکی این مسئله است که یک فشاره، یک تعدی به حقوق زن میشه ازش یاد کرد، با توجه به اینکه در جامعه غرب زمانی که حتی در چارچوب یک رابطه قانونی مثل پیوند زناشویی اگر قرار باشه زن نخواد ارتباط جنسی رو پاسخگو باشه و مرد همچنان مصر باشه به برقراری رابطه جنسی، این جرمه و این در حکم یک تجاوز قلمداد میشه و زن میتونه به مراکز حقوق مراجعه بکنه و این ادعای خودش رو به گوش صاحب نظران برسونه و ادعای خسارت بکنه از این مسئله. بنابراین اینقدر این مسئله مهمه، به عنوان یک خشونت قلمداد میشه علیه زن، حتی توی یک رابطه خیلی صمیمی و قانونی مثل زندگی زناشویی. ولی وقتی میگیم قالب روابط خانواده فرهنگی ایرانی و مذهبی، یه مقدار اینجا فرد رو درگیر میکنه، یعنی زنی که مایه های فرهنگی مذهبی در
پیکره زندگی زناشویی و شالوده زندگی زناشوییش عجین شده، حالا چجوری با خودش باید کنار بیاد که من الان مایل نیستم به برقراری رابطه جنسی، اما همچنان مسئولم اگر نه نمازم قبول نیست، دعاهام مستجاب نمیشه، همسرم به بیراه کشته میشه و من همچنان علارغم میل درونیم باید پاسخ خوب باشم. و اتفاقا این مورد رو با آقای دکتر خیلی خیلی در برنامه که ما داشتیم خیلی روشن و زیبا پاسخ گفتن و پیامد اون من ایمیل های زیاد و تلفن های خیلی خیلی زیادی داشتم که واقعا براشون یه نوآوری بود، تا حالا به گوششون نخورده بود که چطور ممکنه ما تا حالا یه جور دیگه فکر میکردیم، اما با این روشنگری که انجام گرفته یه نگاه دیگری داریم. و این یک آرامش خاطری رو صحبت های آقای دکتر آغاسی با اشرافی که به مسئله مذهبی علل خصوص، عنایتی که صرفا به مسئله قرآن دارن به عنوان معتبرترین منبع تحقیقاتی و ارشادی به اصطلاح در برای هر خانواده فقط استنادشون به اون چیزیست که در قرآن گفته شده، فکر میکنم بد نباشه از نظر که عرض کردم فردا 5 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زن هست و اینم یک نوع خشونت قلم داد میشه، خشونت جنسی که زن نمیخواد رابطه برقرار کنه، مرد مجبور میکنه. و حالا من دوست دارم بدونم بیننده هایی که این شانس رو داشتن که الان دارن این برنامه رو میشنوند، شاید برنامه ما رو ندیدن و الان یه بار دیگه بگیم که واقعا نظر مذهب و علل خصوص قرآن راجع به این مسئله چی هست. خانم دکتر، من عنوان یک فردی که اعتقاد به توحید جام صدا توی کامپیوتری که من سریع اون صحبت میکنم بر میگرده، الان مثل این که درمان شد. بله اینجا ما مشکلی نداریم، بفرمایید. عرض میکردم که این موضوعاتی که مطرح میشه نباید دست کم گرفت و این اقداماتی که میشه و این اثری که واقعیت و حقیقت در مردم ایجاد میکنه و ارائه سند که میشه، رفرنس داده میشه، یکی از بزرگترین خدماتی است که به ایجاد امنیت، به ایجاد انصاف و عدالت، به باور و اتکای به باورها و نتیجتاً تبلور اخلاق در جامعه میکنه. من قبل از این که پاسخ نسبتاً طولانی که مجبورم به این فرمایشاتشون بدم ولی سعی میکنم بهرسوار از بیان بکنم، در سوره دوم قرآن، سوره بقره یا به قول دوستی که دفعه پیش تشوردن و سوره گاف گفتن، همون سوره گاف هم هست، در آیه 228 در قسمت پایانی آیه می‌فرماید که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. از نظر گرامر عربی ولهن یعنی برای آن مردان، مثل الذی عیناً مثل آن است، علیهن بالمعروف که بر علیه اونهاست. به زبان ساده تر برای شوهران حق مشروعی مساوی با حق زنان است. این آیه 228 سوره دوم قرآنه. نسبت به روابط زناشویی، نسبت به قانون اساسی که ساختار و ساختمان خانواده و زناشویی رو ایجاد میکنه و تجویز و سازمان بخشی میده. بعد از اون ما میرسیم به موضوع طلاق که باز هم در قرآن میبینیم که طلاق رو در واقع بر یک مبنای محکمتر و استوارتری نگاه میکنه. آیه صریحی هست در قرآن که در اونجا اشاره میکنه که زنان را برخلاف میل اونها
در قید نکاح نگاه ندارید. این یک دستوره برای کسی که به قرآن باور داره. به کسی هم که به قرآن باور نداره که خب هر کاری میخواد میکنه، ولی کسی که قرآن مدل و نمونه کار اوست، دستور خدا و عقیده ما که قرآن از طرف خداست، به مرد، به شوهر دستور میده که زن رو بر خلاف میلش در قید نکاح نگاه نداری. یعنی به محض اینی که زن اظهار کرد که من نمیخواهم زن تو باشم، هیچ دلیلی هم زن نباید عرض کنه، فقط اقرار به این امر میکنه و اظهار به این امر میکنه که من مایل به ادامه قید نکاح برای تو نیستم، مرد تکلیف پیدا میکنه با این اظهار زن. بلافاصله مرد بایستی که ترتیب طلاق دادن رو انجام بده، چون او در واقع کارگر این کار هست برای انجام این کار. در مورد تمکین، رابطه جنسی رو باید از دیدگاه قرآن نگاه بکنیم. این که من انقدر علاقه و احترام دارم برای خانم دکتر محبی، به خاطر این است که ایشان تشخیصشون این بوده که یک زن پاک دامن خابنده به اخلاق و دارای ایمان و اعتقاد توحیدی میتواند که در این جهت خاص روانشناسی به مردم جامعه خدمت بکند. و این شهامت ایشان در این که یک متخصص خابنده به اخلاق هستن بسیار ارزشمنده. خود قرآن، کسانی که ایراد میگیرن، یکی دوتا ایراد ما داشتیم دیروز که تو با این مقام علمی و معنوی نباید با یک کسی مثل ایشان چنین و چنان بنشینی. در پاسخ اونها هم ضمن این که پاسخ خانم دکتر محبی را عرض میکنم، در قرآن راجع به ریز موارد جنسی صحبت میکنه و میگوید زنهای شما مثل مزرعه شما هستند. به مزرعه نگاه بکنید، مزرعه هم تصفیه میکنه، هم تولید میکنه، هم تغذیه میکنه، هم حمایت میکنه، هم زیر پای توست که تو رو نگه داشته، نقطه اتکای توست، جاییست که از اونجا تغذیه میکنی. مزرعه خاکیست که تو بدنت و اندامت از اون به وجود اومده. مزرعه جاییست که به اون بر میگردی، از اون خاک برخاستی، به اون خاک بر میگردی، از اون خاک نفس میکشی، از اون خاک تغذیه میکنی، از اون خاک تربیت میشی. تمام آلودگی ها در اون خاک تصفیه میشن و بسیاری توضیحات دیگر که در اینجا جاش نیست. خاک چیزیست که انرژی خورشید رو میگیره و با تخمک یا با دانه پرورش میده و از تابش خورشید و از نیروی خورشید بر پرتو و صحنه دانه انسان دیگری به وجود میاره. زن در مقام مزرعه، خداوند میگوید زنها مزرعه شما هستند. وقتی با اونها میخواهید نزدیک بشوید، بدانید که باید تابع امر الله باشید. اون وقت بعد توضیح میدهد، میگوید در رابطه جنسی با زنها چیزی به اونها تقدیم کنید و بعد اونها رو در فانکشن جنسی مقدم بر خود قرار بدهید. من توضیح بیشتر نمیخواهم بدهم چون قدیدن و قبلا هم در این مورد یک بار توضیح دادم، از روی اون خلاصه رد میشن. موضوع نشوز در مقابل تمکین. تمکین یعنی امکان ایجاد کردن، یعنی یک امری رو ممکن کردن، در واقع امکان انجام به کاری دادن. و همیشه تمکین در مقابل تحریک میسته. یک طرف بایستی تحریک بکنه تا طرف دیگر ایجاد تمکین بکنه. و در دو آیه قرآن به لغت نشوز اشاره میکنه. یکی نشوز یعنی نافرمانی در تمکین و فساد از طرف زن و همینطور میتواند که از طرف مرد باشد. قرآن رو وقتی نگاه میکنیم که میگوید زنها باید تابع مردها باشند و باید فرمان اونها رو بشنوند،
قبلش رو نمیخوانیم ما، که میگوید زنها و مردها هر دو باید محافظین نوامیس یکدیگر باشند. مردان لباس زنانند و زنان لباس مردانند، یعنی شرافت و ناموس زن با مرد تشخیص داده میشه و شرافت و ناموس آن دیگری با دیگری. و بعد در آیه‌ای که خواندم حقوق هر دوی اونها در امر جدایی با یکدیگر برابر است و در حقوق خانواده زن و مرد دارای حق مساوی هستند، اما در امور حمایت زنان دارای حق بیشتری هستند. مردان وظیفه قوامیت یعنی نگه دارنده ناموس و شرافت و مخارج و هزینه و خوبیت زن رو در زندگی زناشویی به عهده دارند. بعضی از مفسرین قرآن اینطور اظهار نظر می کنند که از رجال و قوامون علی النساء، یعنی همه مردان باید حمایت کننده همه زنان باشند و این مربوط به رابطه زناشویی نمی شود. همه مردان در هر کجا که هستند همه زنان رو باید مورد حمایت قرار بدهند و هیچ ایدئولوژی و هیچ دینی با این صراحت بر این مبنا حکم نکرده است. تحت هیچ عنوان مرد نمیتواند زن رو تنبیه بدنی کند. در قرآنی که میگوید ما اندازه چیزها رو معادل خردل اندازه میگیریم، خردل به زبان امروزی یعنی اتم، یعنی چیزی که دیگه از اون کوچکتر و قابل تقسیمتر نباشه، میگوید ما جرم و تنبیه رو در حد خردل اندازه میگیریم و تنبیهات رو در حد خردل اندازه میگیریم، یعنی به ریز و دیتیل دیفاین میکنیم. چطور ممکن است؟ قرآن حکم جنایی کتک زدن یک تنبیه کیفری است. چطور قرآن میتواند بگوید به مرد که زن رو بزن و بعد زن معین نشود که چقدر باید کتک بخورد، کجا باید کتک بخورد، به چه مناسبت باید کتک بخورد، تا چه مدت باید کتک بخورد؟ آیا قرآنی که میگوید احکام کیفری در حد خردل اندازه گیری میشود، در مورد تنبیه کیفری که مربوط به در واقع تنبیه جنایت است به مرد میگوید که فقط زن را بزن به هر ترتیبی که خواستی؟ این هم از اون چیزهایی است که ما با احادیث مختلف جمع میکنیم. اینجا الان در جلوی من 24 آیه از قرآن آمده که همه اینها درش لغت ضرب هست. ضرب به معنای آوردن، ضرب به معنای برخاستن، به معنای قیام کردن، به معنای نشستن، به معنای درنوردیدن، به معنای سفر کردن، به معنای نگاه کردن، به معنای سلب کردن، مقایسه کردن، سوال کردن، دریغ کردن، پوشاندن، یافتن، ایجاد کردن، مرید کردن و تا برسه به تعداد همه آیاتی که در قرآن هست. و هیچ کدام اینها معنای چیزی به نام کتک زدنی که ما از لغت کتک، لغت کتک از من یک لغت ترکی است که ما از اون استفاده می کنیم، چنین مفهومی در قرآن داده نشده. منتها در اون آیه اگر زن و مرد به علت عدم تمکین، به علت وقوع نشوز یا به علت ورود به فحشا ایجاد اختلاف شد بین اونها، اول به مرد می گوید که به زن موعظه کن، اگر موعظه کارگر نشد می گوید که از روابط جنسی خودداری کن با او، اگر درد درمان نشد میگوید با او قطع رابطه کن، و اگر قطع موقت رابطه درمان درد نکرد اون وقت باید طرفین حکم بگیرند. حکم قرآن است و بعد به اشتقاق به جدایی برسن و بعد رأی محکمه صادر بشود. ما همه اینها رو نادیده میگیریم و در اون آیه ذکر میکند که مراقب باش احساسات و عواطف شخصی خودت در اجرای دستور خدا دخالت نکنه، سعی کن بی‌طرف باشی و اون چرا که دستور به تو داده شده. به هیچ عنوان مرد در زندگی زناشویی
حق هیچ گونه خشونت با زن رو ندارد و اگر زن باید فرماندار مرد، فرمانبر مرد باشد، فرمانی که مرد می‌دهد باید فرمان قرآنی باشد و فرمان قرآنی باشد که در شورای اون مملکت به تصویب رسیده باشد و قانون شده باشد. به بیان دیگر، زن تابع مرد در حد قانون است. و الا شما فکر میکنید که اگر مرد میتوانست فرمان مطلق به زن بدهد، آیا به نظر شما در این مثالی که میخواهم بزنم این قرآنی است و زن باید اطاعت بکند؟ اگر من امروز بزنم گفتم خانم وضع مالی ما بد است، من از شما خواهش میکنم که از فردا روزی 2 ساعت به فحشا مبتلا بشید یا آلوده بشید، روزی 2-3 ساعت فحشا بکنید که مخارج خانه ما تأمین بشه و من به شما فرمان میدم که این کار رو بکنید. آیا به نظر شما در قرآن تجویز کرده که همسر من باید به فاحشگی مشغول بشه به خاطر اینکه من به او فرمان دادم؟ یا فرمانی که در قرآن ذکر میکند فرمانی است که به صورت قانون در آمده؟ اگر بر اسلام مرد یک بار به زن بگوید که من نسبت به تو تمایل جنسی ندارم، در کنار تو تحریک نمی‌شوم، احساس من به تو مثل احساس من به مادرم یا خواهرم میماند، برای بار اول این مرد 4 ماه از روابط جنسی محروم میشود و برای بار دوم رابطه او با زنش حرام میشود. آقای دکتر میرزا آقاسی، اجازه بدید که من از حضورتون عذر بخوام، چون خانم دکتر باید ساعت 5 برگردن به دفتر و محل کارشون. اجازه بدید که میکروفون رو در اختیار ایشون بذاریم تا با دوستان بیننده و شنونده خداحافظی کنن، یا اگر صحبتی دارن بفرمایید. ازشون تشکر میکنم و بعد ما صحبتمون رو باز ادامه میدیم. خانم دکتر محبی شما بفرمایید. الو، خیلی ممنون، متشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی بحث خوب و مفیدی فکر کنم باشه، انشالله که راهگشا باشه برای بیننده‌ای که این برنامه رو دیدن. عذر میخوام از اینکه مجبورم وسط بحث به این شیرینی که داشتم استفاده می‌بردم باید جلسه رو قطع بکنم. امید اینو دارم که فرصتایی باشه در برنامه‌های آینده در خدمت شما آقای دکتر میرزا آقاسی و بینندگان محترم باشم. و همونطور که خدمت بیننده دفعه پیش عرض کردم، اگر مایل باشم برنامه ما رو ببینن، روزهای شنبه ساعت 9 شب از شبکه 10 برنامه خط قرمز رو میتونن دنبال بگیرند و در اونجا ما برنامه مطالب جنسی رو برای چند سال هست که داریم مطرح میکنیم. و اگر هم مایل بودن که مشاوره بگیرن که به وبسایت مراجعه میکنن و یا با شما تلفن من تماس میگن. در هر شکل من در خدمت هستم، مگر بتونم مشکلی در تو مسائل جنسی از این نگاه محترم یا هموطنهای عزیزمون رفع کنم. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین جناب آقای سوربی عزیز و خدافظی کردن از شما آقای دکتر میرزا آقاسی و بیننده محترمتون. شبتون بخیر. من هم از شما ممنونم. ضمناً وبسایت شما بسیار ساده است، روی تصویر گذاشتیم، همون دکتر محبی DR محبی، فقط مطمئن باشن که 2B میزنن .com و روی فیسبوک هم اسمتون هست. اگر دوستان بخوان اطلاعات شما رو از طریق ایمیل یا تماس با ما در خدمتشون میذارم و همجور که شما گفتید شنبه ها ساعت 9 شب در 10 TV. باز هم از شرکتتون در این برنامه تشکر میکنم. مرسی عزیز، خدا نگهدار. ممنونم خانم دکتر محبی، با حالتی که داشتید و دارید امروز رو در اختیار ما گذاشتید، بی نهایت از شما سپاس گذارم. خب دوستان عزیز، خانم دکتر محبی ممنونیم ازشون و امیدواریم در برنامه های آینده هم باشن. آقای دکتر شما اگر صحبتی دارید بفرمایید و من هم مثل بینندگان و شنوندگان گوش میدم تا دقایقی دیگر، تا بعدن امیدوار باشیم که بتونیم این برنامه ها رو به صورت منظم ردیف کنیم و به دوستان بگیم که چه روزها و چه ساعاتی این بحث ها و گفتگوها، و احتمالاً اگر بتونید افراد بیشتری رو بیارید که نظرهای مخالف و موافق بیشتر شنیده بشه، من فکر میکنم هرچی در این موارد بیشتر صحبت کنیم این مشکلات زودتر رفع میشه. من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، اگر که از طرف دوستان
ایمیلی رسیده باشه بعد نمیبینم که به اونها پاسخ بدیم، ولی در چند دقیقه‌ای که در پیش داریم به عنوان یک توصیه برای ایجاد صلح و امنیت در جامعه‌ای که با زندگی می‌کنیم، سفارش من یا توصیه من به همه کسانی که صدای من میشنوند این است که ما برای ارزیابی هر چیزی باید به ریشه اون بپردازیم و در دنیایی که استناد به اسناد انقدر آسان شده با این تکنولوژی که وجود داره، ما نباید به شایعات یا به صحبت‌های انضمامی یا صحبت‌های جنبی یا چیزهایی که در افواه و در شایعات گفته میشه توجه کنیم. و بعد نقش تاریخ و علت اینی که بعضی از چیزها در طول تاریخ ادامه پیدا میکنه، امروز صبح در برنامه‌ای که برنامه یاران تلویزیون پارس که با آقای میبودی داریم، در اونجا یک بیننده سوال کردن که این اسلامی که شما دارید 1400 سال است که با همین نفاق و با همین دشمنی و با همین بدیها به کار خودش ادامه میدهد. این اسلامیست که وقتی مغول‌ها به ایران حمله کردند همین اسلام رو پذیرفتند و اونها هم به همین روزی افتادند که بقیه افتادند. به ایشان پاسخ دادم که اگر که این جنگ‌ها مذهبی بوده، پس وقتی که اعراب به ایران حمله کردند و ایرانی‌ها مسلمان شدند، خب جنگ مذهبی دیگه به نتیجه رسیده دیگه، باید اعراب تشریف ببرن بیرون از ایران، ولی نکردند این کار رو و ماندن در ایران و بسیار 100 سال گذشت و 100 سالها گذشت و در ایران باقی ماندن و خاک ایران رو به فساد کشیدن. و در مورد مغول بهشون عرض کردم که مغول ها هیچ وقت مسلمان قرآنی نشدن. هیچ کدام از کسانی که به ایران یورش بردن و به عنوان پادشاه یا به عنوان حاکم در ایران اشغالگر و سلطه‌گر باقی ماندن، هیچ کدام اینها مسلمان نشدن. اینها در واقع وارث حکومت‌هایی شدند که اون حکومت‌ها خودش فاسد و در واقع سالب اصالت قرآن بوده. بدون اینکه من قصد حمایت از هیچ کتابی رو داشته باشم، سفارش من به همه شما این است که مسیحیت رو از همین باقی مانده کتب اصلیش فرا بگیرید و آیین یهود رو از همین کتب باقی مانده اصلی فرا بگیرید و قرآن رو از تنها نسخه موجودی که کتاب اصلی برای دین اسلام محمدی است فرا بگیرید و چندین صد هزار روایت و داستان و حدیث ضد و نقیض که جز ایجاد دشمنی و جز ایجاد نفاق در جامعه کار دیگه انجام نمیده، نمیتواند که مبنای هیچ نوع ارزش باشد. یکی از دوستان سوال میکرد که ما اگر سنت رو از اسلام حذف کنیم و اون وقت چیزهایی که در قرآن جزئیات رو ننوشته، مثلا نماز رو در قرآن معین نکرده که چطور باید خواند، پس تکلیف ما در مقابل این عبادت و فرض واجب و لازم در مقابل حق چیست؟ پاسخ دادم که اولا پاسخ شما خیلی طولانی است، و هم آیا این روش احادیث گفتن، شأن نزول گفتن، داستان پرداختن و روایت ساختن سنت رو سالم به ما رسانده؟ گفت البته اینها همه لازمن که سنت رو به ما لازم برسانند. گفتم الان بین فرقه های مختلف اسلامی این نماز واجبی رو که شما میفرمایید که باید وحدت داشته باشه به مناسبت سنت، آیا دارای این وحدت هست یا نیست؟ آیا سنی و شیعه یک طور نماز میخوانند؟ آیا الفاظی که در نماز میگویند یکسان است؟ آیا حرکاتی که در نماز به خودشون میگیرند یکسان است؟ دستهاشون، قنوتشون، الفاظشون، دعاهایی که میخوانند، آیا همه اینها با هم یکسان است؟ همه اینها با هم اختلاف دارد، در حدی که در آیین‌نامه هایی که برای هم دیگه نوشتن با اتکای به همون احادیث، نماز یکی در مقابل دیگری کفره،
نمازی که سنی میخواند و الفاظی که سنی در او ذکر میکند از دیدگاه حکمای شیعه کفر است و میتواند شخص مشرک باشد اگر اونطور نماز بخواند. آیا این اتحاد به وجود آمده و همه ما یکطور نماز میخوانیم؟ این است که سنت رسول در قرآن منعکس است. خارج از قرآن ما هیچ چیزی نداریم. و بعد هم چون قرآن اعلام میکند که من اکمل هستم، الیوم اکمل تلکم دینکم، امروز دین شما رو کامل ترین کردم، چطور میتواند یک کتابی که نماینده کامل ترین دین است متکی به احادیث و روایات من و تو باشد، اون هم با این تعداد زیاد روایت و حدیث و این مقدار اشکال و این مقدار دروغ و این مقدار زبدیتی که در این احادیث موجود هست؟ من آماده هستم اگر که جناب سربی ایمیلی مطرح هست و خود حضرت عالی اگر مطلبی در اضافه بر اون چی که امروز گفته شد دارید، من در خدمتتون هستم و هر طوری امر بفرمایید همون کار رو میکنم. ممنونم از شما. دوست عزیزمون آقای مصطفی زاده نوشتن که سلام، فرمایش آقای دکتر در رابطه با حدیث کاملا درست است. توسل به حدیث نفی کامل یا نفی کمال قرآن است. آقای مصطفی زاده از اروپا. خیلی ممنون هستم جناب مصطفی زاده. من یکی دو ایمیل شما رو گرفتم، به خصوص یک ایمیلی که بسیار هم آموزنده بود و مشغول تهیه پاسخی هستم که در حد ارزش نوشته جناب عالی باشه و این یه مقداری وقت میگیره و امیدوارم که بنده رو عفو بکنید و این فرصت رو به من بدید که پاسخگوی مسئولانه فرمایشات شما باشم. خب من ممنونم از شما آقای دکتر. اگر اجازه بدید برنامه امروز رو همینجا به اصطلاح تموم کنیم و به دوستان این قول رو از طرف شما و خانم دکتر محبی بدم که این برنامه ها رو باز در روزهای آینده ادامه میدیم، حتی به صورتی منظم سعی میکنم که دستگاه رو چنان درست کنم که خود شما از اونجا به اصطلاح بتونید حتی تلفن ها رو پاسخ بدید، با دوستان در تماس مستقیم باشید و من بنشینم و مثل دوستان یاد بگیرم و به اصطلاح فکر این عوض کردن این دستگاه و اینها نباشم تا 100% هوش و حواسم به برنامه شما باشه و برنامه‌ای رو که خانم دکتر مریم محبی با دوستان در میون میذاره. یک بار دیگه از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و چون شما هم در آمریکا زندگی میکنید مثل آمریکایی‌ها بهتون هپی تانکسگیوینگ میگم و حتما این قول رو میخوام از شما داشته باشم که در برنامه‌های آتی هم با دوستان بیننده و شنونده باشید. خیلی خیلی ممنونم از محبت شما. من هم به شما و همه بینندگان ارجمند شما، شنوندگان شما، برای این روز که روز شکرگزاری است و برای ما هر روز روز شکرگزاری است. ما به قول سعدی شیرازی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بیرون می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. اعملوا قلیلا من عبادی شکور، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. کار بزرگی رو شروع کردید و امیدوارم در این خدمت اجتماعی موفق و معید باشید و حق پشتیبان شما و همه حق طلبان روزگار باشد. ایام خوش. من از شما ممنونم. فقط یه سوالی دارم، این صدای شما صدای به این گرمی، من میخواستم ببینم شما هیچ وقت در کار رادیو بودید یا حتی به اصطلاح آموزش صدا؟ چون این واقعا برای من همیشه سوال بود، حتی قبلا که من با شما از لحاظ تلفنی و اینها در تماس نبودم ولی برنامه هاتون رو از تلویزیون و یوتیوب و اینها میدیدم، میخواستم ببینم آیا در این مورد
فعالیتی به صورت صدایی در رادیوی تلویزیونی داشتید یا این رو برای من توضیح بدید لطفا. من 16 سالم بود که هم مدرسه می رفتم و هم قرار بود که بالاخره کار بکنیم که درآمد بیشتری داشته باشیم. خدا رحمت بکند مرحوم اسدالله پیمان رو، ایشان آشنایی خانوادگی با ما داشتن و منو بردن و در اداره سمعی و بصری اداره کل هنرهای زیبا، اون وقت هنوز وزارتخانه نشده بود، اداره کل هنرهای زیبای کشور توی فیلم های مستندی که در مدرسه ها نشان می دادن و فیلم های مستند رو ترجمه می کردن، توی اونها دو سه ماهی صحبت می کردیم و خب طبعا قبل از اینکه شروع به کار بکنیم یکی دو هفته ای استاد روی ما زحمت کشیدن، ولی جمع کار گویندگی من همون سن 16 سالگی به مدت دو سه ماه بوده و اون رو هم مدیون شادروان که خدا رحمت کند او رو استاد اسدالله پیمان بود. خب من خوشحالم که این سوال رو کردم و باز اون گفته ای که میگه العلم و الصغر اول نقش و النقش و الحجر به درستی کار کرده. ممنونم از اوقاتی که در اختیار دوستان بیننده و شنونده گذاشتید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید دیدارتون در برنامه های آینده. تشکر میکنم. خدا یاری شما باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی. خب دوستان عزیز اجازه بدید که برنامه امروز رو در همین جا خاتمه بدیم و از دوستان تشکر کنیم و امیدوار باشیم که در برنامه‌های آینده دوستان رو داشته باشیم، مهمون‌های جدیدی به برنامه اضافه کنیم و من شخصا فکر می‌کنم اگر این نوع برنامه‌ها رو بیشتر و بیشتر داشته باشیم اون چیزی که نصیب جامعه ایرانی میشه خیلی بیشتر و بهتر خواهد بود تا وقت گذروندن به مسائلی که تخصصی درش نداریم، بحث‌های بیهوده سیاسی که هیچ کدام حاضر نیستیم حرف دیگری رو قبول کنیم یا عوض بشیم یا در موردش حتی فکر کنیم، تحمل کنیم. امیدوارم که این برنامه‌ها به اصطلاح مشکلات رو بتونه کم کنه، اگر از بین نمیبره حداقل کم کنه. من از شما خواهش میکنم به چند تصویر زیبا از ایران توجه کنید تا به دنباله برنامه ها بریم و از اونجا به اصطلاح برنامه ها رو ادامه بدیم. و من هنوز مطمئن نیستم که فردا جمعه 25 میتونم اینجا برنامه زنده داشته باشم یا نه. امیدوارم که با شما باشم و اگر نبودیم هم که آرشیو تلویزیون مردم برنامه ها رو اونجا ردیف باز جا داره. از دوست خوبمون آقای کوین تشکر کنیم که زحمت میکشن و این امکانات رو در اختیار شماها گذاشتن و هر موقع شبانه روز که وقت داشته باشید هر برنامه‌ای رو که بخواید بدون اینکه معطل بشید که حالا اول برنامه است، آخر برنامه است، وسط برنامه است، میتونید بشینید نگاه کنید، تماشا کنید و تمام اطلاعات اونجا هست. میتونید از روی اون ویدیوها تماس تلفنی یا به وسیله ایمیل با من و دیگر دوستان در تماس باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.